روز جهانی محیط زیست یک رویداد سالانه است و هر ساله در تاریخ 5 ژوئن برگزار می شود. هدف از برگزاری روز جهانی محیط زیست افزایش آگاهی جهانی نسبت به این مسئله است. این روز یک فرصت است تا همه ما به یاد بیاوریم که چگونه اقدامات کوچک می توانند تغییرات بزرگی را در حفاظت از محیط زیست به همراه داشته باشد. به گزارش همکارم در رابطه با اهمیت این روز و همچنین نگاه مبانی دینی به آن توجه فرمایید. روز جهانی محیط زیست به عنوان یک رویداد جهانی امکان ایجاد تغییرات مهمی در رفتارها و عادات جامعه را فراهم می کند. این رویداد می تواند به عنوان یک فرصت برای آگاه سازی جامعه جهانی از چالش های محیط زیست و اهمیت حفاظت از محیط زیست عمل کند. هدف اصلی روز جهانی محیط زیست افزایش آگاهی و شناخت درباره مسائل محیط زیست است که همه بتوانند تعهد به حفاظت از محیط زیست را بپذیرند و اقدامات عملی در راستای حفاظت و بهبود محیط زیست را انجام دهند. قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان مملو از اشاراتی به منابع ارزشمند حیاتی یعنی آب، هوا و خاک است و از سوی دیگر احادیث و روایات وارده نیز بیانگر دغدغه پیامبر اکرم و اهل بیت درباره رعایت پاکیزگی، حفظ منابع طبیعی و توزیع عادلانه آنها در میان همه مردم است. اهمیت ویژه اسلام به نظافت و پرهیز از آلودگی، حمایت روشن این دین آسمانی را از حفظ محیط زیست و نیالودن آن می‌رساند. اسلام از همان بدو و پیدایش یعنی 1400 سال پیش اصولی را برای شناخت زیست محیطی که لازمه دستیابی شایسته به جایگاه خلیفه الهی است به انسانها عرضه کرده است. به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان مسلمان بحران زیست محیطی نشانه ایست که یک فاجعه بزرگتر یعنی دور شدن انسانها از زندگی آرمانی و مطابق با اراده الهی است. یک جامعه مبتنی بر عدالت که در آن روابط انسان‌ها با یکدیگر و با خدای متعال به طور شایسته برقرار گردیده است، به راحتی دچار معضلات زیست محیطی نخواهد شد. مراقبت از محیط زیست در معنای کامل آن، وظیفه ایست که به خاطر مقام خلافت و جانشینی در آفرینش بر دوش بشر قرار دارد. هر نسلی از مردم مانند کارگزار و جانشینی در زمین هستند که از منابع آن برای منفعت تمام موجودات پاسداری می کنند. نحوه استدلال در برخی از احادیث نشان می دهد که اسلام ضرر و زیان و آسیب رساندن به دیگران را نمی پذیرد و بدون تردید یکی از موارد ضرر و زیان تخریب محیط زیست انسان و دیگر موجودات زنده است. از سید محمد علی طباطبایی پژوهشگر دینی از قم دعوت کردیم تا تحلیل ایشان را از منظر دینی پیرامون موضوع محیط زیست جویا شویم. حاج آقا طباطبایی با سلام و عرض ادب و تشکر از شما. آقای طباطبایی از منظر دینی و نگاه آیات و روایات محیط زیست چه اهمیتی داره؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر شما و بینندگان عزیزتون بزرگواری و کارشناس عزیز دیگر برنامه جناب آقای جوادی که از دوستان عزیز بنده هستن. ممنونم. تشکر. در عصر حاضر پیش بسیار از این فجایع عدم توجه به معنویت در ارتباط میان انسان و محیط زیست. به عبارت دیگه با توجه به نقش عمده معنویت و اعتقادات دینی در جامعه، راهکار نهایی پایان دادن به بهره برداری های بی حد و حصر انسان ها از منابع طبیعی و متاسفانه اتلاف اونها، ایجاد روحیه مسئولیت پذیری برای حفظ محیط زیست است که اون هم منوط است به رعایت تعالیم دین. وجود مبارک حضرت حق در قرآن کریم که برای ما یکی از منابع متقن تعیین قانون و احکام در سیر زندگی فردی اجتماعی است، بعد از تبیین آفرینش آدمی فرماید که فتبارک الله
احسن الخالق. لازمه این مبارک بودن مخلوق از سوی خدا عدم آسیب رساندنش به حقوق دیگران است، چه این حقوق دیگران در نسل فعلی باشند چه در نسل‌های بعد از او باشند. و یکی از این حقوق محیط زیستی است که باید به نسل‌های بعدی به ارث برسد. از منظر دین گرچه طبیعت مسخر بشر قرار گرفته، ولی این به این معنا نیست که بشر بدون هیچ قید و شرطی در تباه کردن اون آزاد باشه. امیرالمومنین در این قبال رسماً علناً عملاً آدمی رو مسئول میدوند و میفرماید که اتقوا الله فی عبادهی و بلاده فنکم مسئولون حتی عن البقاء و البهائم. شما آدم ها مسئولید در حفظ یا بهتر بگم بپرهیزید در رعایت حقوق بندگان خدا و بلاد و سرزمین هاش، شما مسئولید حتی از بقا و حیوانات. از جمله مهمترین وظایفی که در خلال دستورات و بایدها و نبایدهای شرع مقدس برای مسلمانان و مؤمنان مشخص شده، اصلاح در زمین و اجتناب از فساد در آیات متعددی ما داریم در این قبال که آدمی را از فساد در زمین برحذر داشته. این فساد که به طور مطلق عنوان شده منحصر فقط در روابط اجتماعی و عقاید فرهنگی و اخلاقی و سیاسی و اقتصادی و غیره نیست، بلکه حتی محیط زیست رو هم در بر میگیرد. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، حتی طبق نظر قرآن عمران و آبادی زمین از جمله مصادیق اصلاح زمین است که هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، اشاره میکنه که شما مکلف به عمران است. در شریعت حق آدمی نه تنها موظف است به پدر و مادرش مهربانی کند و حقوق اونها را رعایت کند، بلکه حتی در نازلترین نگاه دینی باید درخت بکارد، با حیوانات با رعفت و مهربانی برخورد کند، از اونها حمایت کند. رسول خدا در جای میفرماید که قرص درخت میوه صدقه جاری است، ما من مسلم یقرص قرص او یزرع زرعا فیأکل منه انسان او طیر او بهیمت الا کانت له به صدقه. حتی اگر یک انسان بخوره، پرنده بخوره، حیوان از میوه این درختی که مسلمان قرض کرده بخوره، برای او صدقه جاری است. باز هم از رسول مکرم اسلام مأثور است که هر کس نهالی رو بکارد تا میوه دهد، خدا به قدر میوه این درخت رو اجر می‌دهد، که این هم میشود همون تحصیل فضای سبز دیگه. جای دیگه طبق نقل مرحوم مجلسی در بهار الانوار حضرت میفرماید که اگر وقت بروز حقیقت عالم بود و قیامت در حال انجام، مرگ شما هم قطعی بود و کمترین مهلتی برای قرص و نهال کاشتن در اختیار داشته از فرصت بدید. و در جای دیگه میفرماید که هر کس درخت تشنه ای را، این نکته خیلی زیباست، هر کس درخت تشنه ای را آبیاری کنه که انا مؤمنی را سیراب کرد. مرحوم حره عاملی در مسائل شیعه از نازنین وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل می‌کنه که حضرت به شدت از بریدن درختان نهی کرده و فرمودن هرگز درختان را قطع نکنید که اگر چنین اتفاق بیفته خداوند عذاب شدید بر شما فرود می‌آورد. در همون منبع وسائل شیعه باز از امام صادق نقل میکنن که حضرت میفرمایند که اصلا زندگی بدون احراز سه عامل حیاتی گوارا نیست: هوای پاک و تمیز، آب فراوان قابلش و زمین حاصل خیز و قابل کشت و زرع. با توجه به تمام اینها که عرض کردم نشون میده که طبیعت ملک خاص هیچ یک از نسل بشر نیست تا هر طور که خواستم تصرف کنه، بلکه میراث همه بشره که باید از نسل به نسل دیگر به ارث برسه. لازمه ای امانت داری انتقال محیط پاک و سالم به نسل‌های بعدی است. لذا مبتنی بر آیات و روایات ما، آدمی در مقابل همه چیز مسئول است، چه این که به موجب احکام شریعت حتی موظف عمران و آبادانی زمین و حتی حقوق سایر موجودات هم می باشه. بله تشکر میکنم از شما.
با تشکر از سید محمد علی طباطبایی پژوهشگر دینی که از قم دعوت ما را پذیرفتند تا تحلیل ایشان را از منظر دینی پیرامون موضوع محیط زیست بشنویم.